خب این خیلی فرق میکنه با خدای هر دین و مکتب دیگه شما وارد خانه ای شدین که پدرتون پدرتون علاقه داره که با شما بشینه و هم نشینی کنه با شما حرف بزنه با شما رابطه برقرار کنه شما رو بشناسه شما اونو بشناسید و این شامل این میشه که دو نفر که با هم دیگه میخوان رابطه برقرار کنن باید بدونن که این رابطه عاطفی احساسیه رابطه مثلا مثلا اصلا کلا ریشه رابطه بر چه چیزه محبت که یه چیز عاطفی و احساسه درسته محبت یه چیز احساسی و عاطفی هم هست عملی هم هست پس گوش کنین خدای ما قلب داره خدای ما احساس داره خدای ما مملو از احساسه چون محبت احساسه احساس به وجود میاره محبت یه چیز عاطفیه پس خدای ما قلب داره احساس داره اگه میدونستی اگه واقعا در این شک دارید کتاب مقدس پر از مثالهای مختلفی که خدا احساسات خودش رو در انواع مختلف چیکار میکنه نشون میده خب و من آ... نمیدونم حالا وارد این بشیم یا نشیم ولی تو کتاب مقدس خداوند خشکیم میشه خداوند شاد میشه خداوند عصبانی میشه خداوند عاشق میشه خداوند مهربان هستش خداوند میبخشه خداوند رحم میکنه خدا بارها احساسات خودش رو در کتاب مقدس نشون میده خدا احساس داره واو بسر بینه که خدا احساس داره پس میشه از نظر عاطفی باهاش رابطه برقرار کرد و این رابطه رابطه قلب به قلب یا عاشق به عاشق یا احساس به احساس میشه ببینید خیلی مهمه اگه خدای من احساس داره پس من میتونم به نحوی با خدای خودم رابطه برقرار کنم که در واقع با قلبش حرف بزنم یعنی با احساساتش کار کنم چون در واقع وقتی من پرستش میکنم دارم چیکار میکنم ها دارم با احساسش کار میکنم میگم عاشقتم دوستت دارم میخوامت من تو زندگیم بدون تو هیچ کسی ن... داری چی کار میکنی؟ داری با احساسش صحبت میکنی؟ داری احساساتش رو چیکار میکنی؟ برانگیخته میکنی تا یک ریاکسیون به خصوصی رو ازش خدای ما چون خدای رابطه است بر طبق رابطه احساسی که با شما میتونه برقرار کنه میتونه عکس عمل در زندگی شما انجام بده یعنی شما میتونی اینو من میگم ولی خواهش میکنم نادرست درک نکنید به خاطر اینکه بعضی گوشاشون یه جور گوش میکنه یه جور دیگه بس بشنوید شما میتونید با احساسات خدا بازی کنید بچه ها این کار رو با پدراش و هر روز میکنن بابا جو، قربونت برم عزیزم اوه. اینو برام میخری نه عزیزم نه نه بابا عزیز بابا بابا اون بعد با چشاش اینجوری گنده میشه اینقدر بعد پلک میزنن برات بعد التماس میکنن بعد عاشقت میشن بعد پاتو میچسبن با پاهاتو میبوسن بعد دستتو میبوسن می داره با احساسات پدر بازی میکنه آمین اوکی این طبیعیه چون در محبت و این محبت برانگیخته میشه وقتی بهش محبت داده بشه یک مرد به زنش برمیگرده میگه من عاشقتم دوستت دارم و یه کاری رو براش انجام میده باهاش صحبت های آمیز میکنه پای گوشش میخونه میگه تو خوشگلی تو چقدر زیبایی تو بهترینی اصلا من نمیدونم این احساسات قلب این زن برانگیخته میشه برعکسش هم درسته اون زن به مرد میگه تو مرد من هستی تو شوهر من هستی اصلا من بهترینی، اصلا باورم نمیشه تو چنین شوهری برای من هستی همینطوری داره برای شوهرش میگه شوهر عاطفه برانگیخته میشه درسته صحبت های آمیز قلب دیگری رو چکار میکنن؟ لمس میکنم برای همین پرستش خیلی مهمه تو کلیسا پرستش جایی است که شما قلب پدر رو لمس میکنی تا دروازه های آسمان برات باز بشه بدون پرستش انجام پذیر نیست پرستش بچه هستش که یاد گرفته چگونه با قلب باباش صحبت بکنه و هر بچه که اینو یاد بگیره قاقایاشم هم بیشتره این طبیعیه بچه ای که بیاد بگه ای پدر من بابایی که برای من فراهم میکنی بابایی که همیشه تو خونه برای من همه چیز رو داری اینجوری هم واقع بعضی حرف میزنم با خدا فکر میکنن حالا این بابایی که میدونم سر کار هر روز میری از هشت تا پنج برای خونه ما فراهم میکنی بابایی که میدونم برای مامانم بالاخره خوب بابای خوبی هستی بابایی که در پدر, ای پدر من که میدونم چهار سال دانشگاه رفتی هشت سال اینجا کار کردی نه یا اینکه بچه ها اینجوری با باباشون صحبت نمیکنن بچه ها با باباشون اینجوری صحبت نمیکنن بچه ها میگن بابا بابا جونم بابایی دوستت دارم آ این محبته که داره صحبت میکنه اول جای برای احترام هست برای احترام صحبت میکنه اینجا جای محبته پس خدای ما خدای احساسه خدای ما میخواد رابطه برقرار بکنه و یکی از شباعت های ما به خدا میگه بیایم انسان رو به شباهت خود بیافریم داره در واقع میگه قلبی بهش بدیم روانی بهش بدیم که بتونه محبت رو درک بکنه و محبت رو پس بده که حیوان قادر نیست به اون شک بکنه بعضی حیوانات تا یه حدی میتونن چون از خود خود آفرشه ولی انسانه که میتونه واقعا پدر رو بشناسه انسانه که قادر خدا رو بشناسه انسانه که قادر بهش محبت بکنه و این محبت برای خدا بسیار بسیار مهمه چرا؟ چون خود خدا محبت است پس کی شما به شباهت پدر در می وقتی که محبت می کنی. وقتی محبت واقعی می کنی به شباهت پدر در می پس کی واقعا به شباهت او هستی؟ وقتی خود محبت هستی در زمانی که واقعا محبت واقعی از تو جاری میشه تو رو وقتی میبینه خودش رو میبینه من بعض وقتی که پسرم نگاه میکنم یه کارهایی که میکنه حال میکنم وقتی که خودم رو درش میبینم میگم وقتی من تو اون سن و سال بودم درست همین کار رو میکردم این خود من منه نمیدونم چه جوری مثل من شده ولی خود من شده میشه در واقع کیف میکنم چون خودم رو میبینم بنابراین وقتی به خدا محبت میکنیم یا محبت میورزیم داریم با قلبش صحبت میکنیم بس درک میکنیم که خدا احساس داره حالا احساسات خدا فقط شامل محبتش نیست چون محبت یکی از احساساته که جاری میشه فیز از محبت جاری میشه هن من رحم اینا ولی خشم چی خشمم هست. هست آها چیز آه، چی یس که مثلا بچه چه که دوست داره نمیکنه مثلا نمیدونم یه اصحاب. یعنی دلش دل, سردی هست ناامیدی هست نمیگم ناامیدی نمیشه گفت ولی یه احساسی هست در خدا که وقتی بچه چه کاری داره که دا نمیخواد انجام مرشه. بشه دل شکستگی هست مرسی دل شکستگی هست دل شکستگی هست, هست. میگه من میخواستم تو این کارو کنی چرا نمیکنی خب دل شکستگی هست خشم هست عصبانیت میتونه باشه به شکلی که تنبیه بکنه بعضی وقتا اصلاح بیاد چون باید یه کاری بکنه که شخص بیدار بشه اگه پدر خوبیه و اینم در, در محبتش ها ما میگیم وقتی میخوام یه بچه ای رو اصلاح بکنی باید اصلاح کنی ولی در خشم بیخود نکن در محبت اصلاح کردن هست با اینکه میتونی عصبانی بشی عصبانیتی در محبت هست درسته چون طرف میدونه دوستش داری ولی داری اصلاحش میکنی آمین این این خوبه برای بچه‌م نیکوه پس این احساسات در خدا هست درسته پس بعضی وقتا وقتی که شما داری سعی میکنی که درک بکنی که این رابطه که با خدا داری این رابطه ای انفرادی که با خدا داری چیز جدا از یک رابطه احساسی و خانوادگی نیست در این حوزه باید بدونی که مثل یه بچه تو خونه بابات اگه درست عمل بکنی اگه درست زندگی بکنی آمی احساسات اون مورد مثبت قرار می‌گیره. و اگه درست عمل نکنی و اشتباهات مکررانه اشتباه بکنی با اینکه دوستت داره با اینکه همیشه بچهش هستی رابطه رابطه درستی نیست چون ما در رابطه قرار گرفتیم ما با خدای رابطه هستیم همه چیز برمیگرده به که ما رابطه درستی رو با خدا برقرار بکنیم تو خونمون آمین پس شخصی که میخواد احساسات خدا رو درست برانگیزه باید پرستش داشته باشه باید شکرگزاری بکنه باید احترام به ورزه و بس درست عمل کنه تو زندگیش همه کارهایی که بچه ها بحث بکنن آمین؟ هیچ چیز جدایی از این نیست خیلی هم پیچیده نیست پس اگه من فیض و درس میدم ولی اون وقت بعدم بعدم هر کاری که دلشون میخواد بکنن مثل بچه میمونه که میگه من میدونم تو منو دوست داری آره ولی رفتارم اینجوریه خب خدا رو شکر بچهش هستی ولی تو خونه متوجه هستی رابطه خرابه اوکی؟ رابطه خرابه بنابراین ما هر کاری که بچه ها میکنن باید یاد بگیریم آقا پدر من پدر رابطه است بنابراین رابطه درست در کجا شکل میگیره؟ در قربون صدقه ها رفتن درسته؟ در اطاعت کردن درسته؟ در گوش کردن در احترام ورزیدن ها؟ تمام چیزهایی که توی خانواده بحث باشه اونجا هم هست هیچ چیز جدا از این نیست ولی همه از کجا ریشه میگیره در محبتی که در خانه است آمین ببین بچه های من از من اطاعت میکنم باور کنید من وقتی میگم برو میرم من نان خدا رو شکر دو تا بچه دارم که میگم بشین میشینم این ب... یعنی دفعه دوم ندارم به دومین دفعه کشیده نمیشه به پسرم میگم تموم شد تموم شد آمین میدونی چرا؟ این چه جوری شک گرفته؟ در محبتی که وجود داشته شکل گرفته. میدونی چون میدونم بابا دوستشون داره، خوبیشون رو میخواد، متوجه هستی؟ گوش میکنم. تو خونه من بچه های من اراده منو انجام میدن. ولی بعض وقتا بس باهاشون حرف بزنم و حالا یه مثال بهتون میزنم این رابطه است. دختر من ازش پرسیدم گفتم استر تو میخواد چیکار بکنی در آیندت؟ خب این یک رابطه است گفت بابا من میخوام مامان بشم بچه دار بشم همین بیام خونه بشینم ام. این چیزی که فکر کردن که خب این رویای من برای تو نبود که مامان فقط بشی بچه دار بشی خب کی میخوای این کار کنی؟ گفت وقتی 18 سالم شد بابا خدای خدای من آب بخورم این چند دقیقه این داستان وقتی 6-7 سالش بود اوکی okay. آل right. محب... این چیزه چیکار کردم گفتم آنان گفتم غلط کنی این کارو میخوای بکنی میذارم تو تا؟ بلند شو دکتر شو نه محبت رابطه است درسته رابطه است عزیزم باشه اوکی خدا رو شکر باشه شروع کردم دعا کردم خدایا من پدرش هستم دل این دختر رو عوض کن اوکی رابطه است پدر بچهش دوست داره برای شفاعت میکنه عیسی مسیح برای ما شفاعت میکند تا ما دلهامون عوض بشه خواسته های او خواسته های ما بشه این رابطه است خب این تو این رابطه دل خدا برای من الان داره میتپه چون میگه ای کاش که یه چیز بزرگتر بخواد این دل پدره این دلشه این عاطفشه ببینید ما اگه چیزی رو خدا برای من میخواد به خاطر عشقش برای من میخواد خب مثلا اوکی من میدونم که میخوام این دوست دارم که این دختر دکتر بشه یه روزی من علاقه من براش اینه خب یه سه چهار سال گذشت داشت میخواست درس بخونه اینا گفتم که خب ازم الان میخواد چی کار بکنی خب بابا من میخوام فکر کنم پرستار بشم اوه اوکی یکم داری نزدیکتر تر اونجا یه قدم به قدم داریم هم داری. گفت خدا رو شکر چرا میخوای پرستار بشی گفت به خاطر اینکه میخوام برم خدمت بکنم به دیگران کمک بکنم اوکی حالا میگه بابا چون میدونم که خدا منو دوست داره میخوام این محبت رو یه جوری برگردونم حالا داره دلش به دل پدر یکی میشه این یک رابطه است باز می‌بینیم که الان پدر میتونه چی بگه این عالی بود دخترم بازم بهتر میتونی بری جلو من باهاتم هر جایی که میخوای بری برو من باهاتم ولی دارم برای شفاعت میکنم پدر داره دعا میکنه از خدایا این دختر رو کمک کن که بزرگترین ها رو بخواد حالا دل پدر براش بهترین ها رو میخواد ولی باز محکومیتی براش نیست رابطه است ها رابطه است رابطه اشقامیزه رابطه هستش که بکن نکن نیست باید و نباید ها نیست اینا رابطه ای محبت آمیزه. عزیزم هر چی بخوای ولی در پشت پرده داره بر شفاعت میشه دو سال پیش عزیزم میخوای چیکار بکنیم یه سال از دانشگاه میاد بابا فکر کنم میخوام چیز کنم بیام چیز کنم دکتر بشم بابا ولی شاید فقط دکتر مثلا معمولی بشم خب بابا شکر باشه عزیزم همون کار رو بکن چرا میخوای این کارو کنی میخوام برم تو آفریقا خدمت کنم اوکی عزیزم حالا دل پدر رو داری حالا تمام این رابطه به چه شکل در رابطه شکل میگیره و امروز که دانشگاه داره میره داره پزشکی میخونه اوکی چیزی که بابا میخواد داره خودش میخواد چیزی که بابا میخواد خودش میخواد هیچ وقت هم بهش بایدها و نبایدها شده ولی دل پدره و من میدونم که ته دلش میدونست که من اینو میخوام میخواد منو راضی کنه ولی الان این خودش خودش اینو میخواد یعنی اینکه رابطه ای آمیز در ما ما رو به جای میبره که کاری که میخوایم بکنیم و کاری که میکنیم برای رضایت پدر خواهیم کرد در انتهاش هر کاری که از ما ریشه میگیره برای این هستش که دوست داریم پدرمون خوشحال باشه و این از خود رابطه شکل میگیره آمین و این رابطه در مرور زمان شکل میگیره پس در واقع در کلیسا اگر محبت در شما کاشته بشه بدونی که بخوای نخوای خادم میشی یه روز بخوای نخوای خدمت در تو شکل می‌گیره. چون این عشقته نسب پدرت اوکی؟ پس قلب پدر متوجه هستی دائما داره برای فرزندش میشه میتپه چیزهایی رو براش میخواد به خاطر محبتش فرزند میدونی که پابا دوستش داره در رابطه قرار میگیرن با همدیگه حرف میزنن با همدیگه کار میکنن پدر میخواد پسر یا فرزندش به بالاترین مقام برسه فرزند به این نتیجه میرسه ولی اگه پدر بهش برگرده بگه تو مجبوری این کارو کنی تو هیچ حقی نداری که این کارو کنی حالا گوش کن من می‌خواستم بیام آمریکا بابام گفت من دارم می‌فرستم دا آمریکا بابا پسر ولی دو تا کار بیشتر نمیتونی بکنی مانی اگه میخوای بری آمریکا گفتم بابا چیکار بسار یا مهندس میشی یا دکتر میشی حالا مانی افهم می‌خواد چیکار بکنه خواست کارگردان سینما بشه عشق من کارگردانی بود آخر سر چی شدم؟ مهندس شیمی شدم راضی بودم؟ نه مجبور بودم درسته؟ آخر سر چی شدم؟ تو تلویزیون پیدا شدم من تلویزیون ایرانی بالاخره بالاخره یه کاری با تلویزیون رو فیلم کردم آرائد؟ بالاخره کارم به هم اونجا داره کشیده میشه میبین چرا؟ چون پدر واقعیم تو دلم اینو گذاشت تو زمانی که بچه بودم این رویاش برای من بود من این رویا رو دارم در ایمانم و محبتم به پدرم میابم و ما پدر مادرها بس یاد بگیریم که در واقع در رابطه که قرار میگیریم حتی رویه های خودمون رو در محبت بس در عزیزان بکاریم. یعنی رویه های ما در محبت بس کاشته بشه نه در اجبار نه در ملزم بودن ها ما ایرانی ها متاسفانه یه عمری به همون گفتن بکن یا نکن و در خونه های خودمون بهمون زور گفتن پدرامون به زور گفتن مادرمون به همون کم تر زور گفتن ولی باباها خیلی زور گفتن به همون ما رو یه جوری بار که وقتی تو کلیسا هم میخوایم بیایم به دیگران میخوایم زور بگیم و این بافت اشتباهی خانوادگی ماست ولی وقتی که آزاد میکنی یه نفر که پدر ما رو آزاد نموده است اون وقت تجربه‌ای که پیدا میشه این استش که در آزادی که شخص داره که محبت رو یافت بکنه خودش رو پیدا میکنه حالا گوش کنید در درخت در باغ عدن دو درخت وجود داره درسته آره. یکی درخت حیاته یکی درخت نیک و بدیه اوکی خدا خودش این دو تا درخت گذاشت اینجا آفریننده درخت حیات کیست آفریننده درخت نیک و بدی کیست پس دانش نیک و بدی در کیست؟ بله دانش نیک و بدی در خود خداست دانشش در خداست اون درخت آفرید درسته؟ ولی نیک و بدی در خودش بد نیست درخت خودش درخت بدی اگه بد بود که تو باغ تو نبود خودش بد نیست خب میتونم سوال کنم بد و خوب اگه بدونی بدی چیه و خوبی چیه در واقع در شما چه چیزی رو به وجود میاره؟ دانش چی؟ شناخت چی؟ شناخت چی؟ اگه بدونی چی خوبه، چی بده؟ ش... شریعت دقیقا پس در واقع دو درخت در باغ وجود داشت شریعت فیض شریعت فیض انتخاب کن انسان انتخاب کن یا فیض رو بخور یا از شریعت بخور در درخت در باغ دو... یه انتخابی بود که امروز ما داریم از اولم داشتیم در واقع به انسان گفت از شریعت نخور. زمانی که از شریعت بخوری میمیری. من بهت میگم نخور. شریعت در منه. چون شریعت خود خدا آفرید. درخت نیکو بدی. عیسی مسیح خود شریعته. کلام جسد گرفت. کلام در میان آدمیان آمد. شریعت جسد گرفت. شریعت در میان آدمیان آمد. ولی شریعت بالای دار رفت. و میخکوب شد <applause> چون خوش شریعت بود تونست حفظش بکنه ولی این انتخاب از اول بود و در واقع خود خدا همیشه در رابطه میخواد قرار بگیره درسته؟ تنها رابطه ای که خدا میخواد رابطه است که بر حسب فیض و محبت هیچ رابطه دیگه رو نمیخواد رابطه ای که بر حسب الزام دوست نداره رابطه ای که بر حسب بکن و نکن هاست مورد پذیرشش نیست برای همین وقتی قائن میگه این رو من برای تو وردم. من این رو کاشتم و برای تو به انجام رسوندم حابیل میگه این،, این،, این حیوان زنده رو که من به دست خودم به وجود نیاوردم، ولی چون تو به من گفتی نجات از طریق چیه؟ نجات از طریقش چیه؟ قربانیست برای تو آوردم میگه اینو میپذیرم این رو نمیپذیرم آنچه که با دست انسان انجام میشه نمیخوام آنچه که از خود محبت این رو میپذیرم بنابراین از ابتدای رابطه از ابتدای باغ خدای ما خدای ما خدای انجیل رابطه رو میخواد ولی رابطه رو درست میخواد نوع رابطه برای خدای ما خیلی مهمه چون ما میتونیم هر جور رابطه تو خونه داشته باشیم آمین یه روزی دختر من پشت ماشینم نشسته بود زمانی که من پدر خوبی نبودم و من زمانی بود که پدر خوبی نبودم خیلی بهش گیر مینداختم همش پا پیشش میشدم این دختر من ول نمیکردم هر کار اشتباهی که میکرد میرفتم چیکار می‌گم؟ تو اتاقش دعوا اوکی یه دونه به هم تیپ داد گفت بابا اینو با آیپدش آی پا آی بود گفت به چیزت وصل کن میخوام آهنگ باشه این آیپدش که چی شد وصل شد یه آهنگ شروع کرد آهنگ پخش کردن یه دفعه دیدم تیتر آهنگ اومد نگاه کردم دیدم یه کلمه زشتی تو این تیتر آهنگ هست برگشت بودم این چه هنگ تو گوش میکنی این کارا چی تو میکنی تو پسر یه دونه شبان تو دو دختر شبان هستی آخه حرفا چی تو میزنی 13 13 ساله 14 ساله چی تو گوش میکنی آقا ما رفتیم رفتیم برای خودمون یه 5 دقیقه رفتیم بعد برگشتم دیدم دخترم داره زار زار گریه میکنم بعد اینو به هم گفت گفت بابا من هیچ وقت تو رو نمیتونم راضی کنم هر کاری که میکنم تو ناراضی هستی من دیگه چیکار کنم تو رو خوشحال کنم یه دفعه قلبم ریخت فهمیدم که رابطه خرابه رابطه خرابه رابطه ما بر حسب کردن و نکردن ها شده رابطه بر حسب درست و غلط شده درسته؟ رابطه بر حسب شریعت شده رابطه بر حسب چیزهایی شده که میار رابطه رو نمیتونه بنا کنه بنابراین از اون روز یاد گرفتم که فیض و محبتی که بین من این بحث باشه بس اول قرار بگیره و بعد دختر من کاملا زندگیش رو اصلاح میکنه و به همین شکل شد از ابتدای باغ خدا گفت درخت حیات اینجاست از فیض من بخور فیض حیات میده محبت حیات میده یا اینکه از شریعت بخور یا با دست خودت میخوای منو راضی کنی من اینو نمیخوام چون لحظه که از این درخت بخوری میمیری مجبورم که تو رو نجاتت بدم یا اینکه از این درخت بخور و نجات پیدا میکنی بنابراین رابطه و رابطه که ما فق... تنها راهی که می‌تونی رابطه درستی رو با خدای خود انجیل برقرار بکنی این هستش که در محبت و فیض انجامش بدی یعنی کاری که میکنی از محبت انجام بده اطاعتی که میکنی از محبت انجام بده حرفی که گوش میکنی از, اط... از محبت انجام بده اقدامی که میکنی خدمتی که میکنی از محبت انجام بده آمین باش حرف میزنی به خاطر اینکه دوستش داری اگه پرستشش میکنی نه به خاطر اینکه همه دارن دست میزنن مجبوری برای همین هستش که تو کلیسا من دیدم پرستش بعضی وقتا مثل یه ماشین میمونه که طرف ماشین رو روشن کرده ولی پاش رو گاز نمیذاره تو کلیسا وقتی پات رو گاز میذاری وقتی هستش که ایمانداران قلبن وارد پرستش میشن واقعا میخوان برن قربون صدقه پدرشون برن میخواد روح خدا تو کلیساتون بریزه تو پرستش تک تکتون خودتون به طور انفرادی برید سر پای خداتون بشینید قربون صدقهش برید و نکنید چهار تا آهنگ بخونید چون این برای خدا مورد ای مثل این میمونه که یه نفر میدونی وقتی بچه های من به طور کاذب قربون صدقه من میرم من میفهمم چی میخوای داستان چیه چی میخوای وقتی یه چیز... وقتی وقتی که دخترم بهم به تلفن میکرد یه موقع‌هایی زمانی که رابطه‌مون خراب بود گوش کن زمانی که رابطه خراب بود تلفن که می‌کرد می‌دونستم یه چیز میخواد تنها زمانی که با هم تماس می‌گرفت به خاطر اینکه یه چیزی رو می‌خواست ولی الان تلفن میکنه میگه حالت چطوره آ حالم چطوره پسرم تلفن کرد دو روز پیش گفت بابا دوستت دارم دلم برات تنگ شده هنوزم معلم تنیس و مربی بسکتبال براش نگرفتم سه هفته پیش خودم ولی سوال نکرد اون مربی کجاست گفت دلم برات تنگ شده حالا چطور دوست دیدی فرقش می‌بینی این رابطه است این پس پدر بر طبق این رابطه سالم عاشقه با اینکه همیشه دوستشون دارم بچه‌های من هستن ولی یه چیزی در من تحریک شده که اگر این رابطه درست نبود تحریک نمیشد حقیقته. درسته؟ برای همین خدای ما خدای احساسه بعضی خیلی براشون شکر کنن خدای ما خدای احساسه ولی خدایی که خدای احساسه بر طبق نوع رفتاری که شما بهاش میکنید اکثر عملهای درستی انجام میده نسبت به شما از محبتش کاسته نمیشه خود خدا محبت است بچهش هستی تو خونش هستی فرزندش هستی ولی رابطهش بر طبق اون میار درست رابطه شماست لطف خدا شامل بچه‌هایی میشه که درست عمل میکنن میدونم با این احساس چجوری کار کنن آمین این روش یه چیزی هستش که شخص باید چیکار کنه با شناخت پدرش یاد بگیره پس پرستش درست یکی از روش قلب صادقانه خواستن خدا برای خودش نه برای دستی که میتونه به شما دستی بده نه برای چیزهایی که میتونه انجام بده خدا رو برای خودش بخواید، نه برای کارهایی که میتونه بکنه یک روششه آمین صادقانه باهاش بودن شفاف بودن و آه آه, 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 این خیلی مهمه من به عنوان پدر خیلی برام مهمه که بچه من وقتی با من صحبت میکنه صادقانه صحبت کنه پنهانکاری نداشته باشه آقا بعضی وقتی که من و من میکنم میگم آقا بگو دیگه بگو ببینم چی شده کارنامه تو نشون بده من و من نکن ببین دقیقا بگو دقیقا چه اشکالی شده یاد بگیری که بچه های من الان یاد گرفته قبلا پسرم حالا چیزه پسرم یه دفعه کارنامهش خوب نبود کارنامهش برای دو هفته نشون نداد بهم هم تا خبرش از مدرسه شنیدم این یه جور رابطه است الان متوجه هستی اولین کاری که میکنه میگه بابا اینم نمره هامه ولی اینجا اشتباه کردم سعی میکنم بهتر انجامش بدم اینم یه جور رابطه است آمین اینا رابطه است اینا رابطه است اینا قلب منو تحریک میکنه یه جور و یه نف به یکیش من رو مایوس میکنه یه مقداری یه جور منو خوشحالم میکنه میبینید اینا رابطه است درسته پس نوع رفتار ما با خدای ما بس در میاری باشه که خدا قلب داره خدا احساس داره و احساس پدرانه داره چون عیسی مسیح میگه او آبا یا بابا پدر هستش آمین